تحصیلات عالی یکی از ارکان اساسی و مهم زیر بناهای جوامی امروزه می باشد همچنان که ماده 43 قانون اساسی حق تحصیل حق تمام اتباع افغانستان دانسته و دولت مکلف به تامین تحصیلات به صورت رایگان تا مقطع لسانس می باشد و همچنان انکشاف متوازن در این عرصه نیز پیش بینی شده است در برنامه امشب می خواهیم در قسمت کسب سند اعتباردهی اکادمیک در مقطع ماستری در ولایت هرات صحبت داشته باشیم با درود خدمت بینندای عزیز سمیر مزدک هستم با مهمانان برنامه هر یک محترم دکتر عبدالقنی خسروی استاد دانشگاه و محترم جواد امید فعال مدنی که بعدا با ما همراه می شون. جناب دکتر سیب به برنامه خوش آمدید تشکر از شما ممنون شما جناب دکتر سیب در قسمت ای که مؤسسات تعلیمات یا تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات تا به حال نتوانستن که موفق به کسب سند اعتبار دی کدومیک در مقطع ماستری باشن دو سوال مطرح. یک بود قانونی موضوع ای که آیا این مؤسسات نتوانستن میارهای تضمین کیفیت آنچنانی که وزارت تحصیلات عالی تعیین کرده به ارتباط کسب سند اعتباری کدومیک و یا اینکه مسئله تمرکز قدرت مرکز و این که میخوان به نوعی به ولایت هرات را از دیدگاه تحصیلات عالی هم در انزوا قرار بدن بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین شما در تلویزیون چکات ببینیم قانون وزارت تحصیلات علی تصریح کرده که ما تحت چه شرایطی میتونیم یک دپارتمنت ایجاد بکنیم و تحت چه شرایطی میتونیم یک پانزه پا یا دانشکده ایجاد بکنیم و تحت چه شرایطی میتونیم برنامه های فوق لیسانس یا ماستری را داشته باشیم خب طبیعه که امروز در کشورهای دیگر و حتی کشورهای همجوار ما شرایط ایجاد برنامه های تحصیلی برای برنامه های فوق لیسانس و برنامه های پیشدی یا دکترا بسیار آسان شده سهل شده و شرایط هم آسان سختن این هم یک بحثی است که باید ازی توجه داشته باشیم اما الحمدلله در همین مدت کوتاهی که ما داشتیم و در همین مدت کوتاه هم توانستیم حداقل مجوز چند برنامه فوق یا ماستری از وزارت تحصیلات علی بهرات بگیریم می خود از هم یک دستاورد بسیار کلانی بوده و شرایطی که ما میتونیم برنامه های فوق را ایجاد بکنیم دپارتمنت میتونه برنامه فوق را ایجاد بکنه که در او دپارتمنت حداقل ما چهار استاد پی داشته باشیم استادی که پی دی داشته باشه یا دکترا داشته باشه خب طبیعیه که ما در خیلی از پانزه هنوز در انتون هرات یا در دانشگاه هرات نداریم و این شرایط هم در خیلی از پانتون های خصوصی یا میشه بگم در اکثریت یا همه آنها نداریم برای که او استادایی که پیجدی دارند و تدریس میکنن، خب طبیعی که طبیع استادای قرار دادین اونو استادای بلمقته هستن استاد بلمقته بل نمیتونه استاد دایمی یک دپارتمنت در پانتون خصوصی باشه بنابراین این پانتون خصوصی این شرایط نتونستن هنوز برای خود آماده بسازن و از جانب همون چیزی که شما بیشتر یاد کردیم، کردیم زمین کیفیت را هم بیشتر از اینو نتونستن بگیرن اولا که من فکر میکنم فقط دو پانتون پا ما داریم که اونها هنوز نام پانتون پا رو بر خود گرفته بقیه هنوز مؤسسه تحصیلات اهلی به حساب میای که تا اون پشت سر بگذارن و همین دو پانتون پا هم متاسفانه هنوز نتونستن گرچه بارها و بارها وزارت تحصیلات اهلی اونا رو مجابه مجاب بی کرده مجبور بی کرده که شما باید استاد دایمی داشته باشیم استاد شاشا شا... واجد شرایط کدریر داشته باشیم اما متاسفانه تا حالا نتونستن اونا استاد واجد شرایط را جذب بکنن یک مسئله دیگه هم هست که استاد پیدا کردن استاد واجد شرایط کادر هم یک مقدار دشوار هست به افغانستان ما مثال شما میزنم دیگه که دو سال قبل وزارت تحصیلات عالی قانون نامه تصویب کرد که استاد لیسانس نمیتونه عضو کادر بشه لایج جذب کادر اما بعد از اینکه ما دیدیم یک سال دو سال سه سال صبر کردیم دیدیم که اصلا پیدا نمیشه استاد که استاد از مؤسسات ادعا که ما خواستیم استاد آماده کردن طبق لایی جذب کادرهای علمی بله برای از ای که استادای دایمی را استخدام کنن و بعدا برن به طرف استخدام کادرهای علمی اینها بله. اینا صاحب رتبه بشن که از پو، پوان پو شروع میشه و بالا اما وقت اساد تکمیل کردم. و به مرحله نهایی به مرکز روان کرده مرکز منظور نکرده و باز هم بلا تکلیف موندن من فکر میکنم که در این طرز عمل جدیدی که آمده البته در این طرز عمل عمل جدید حتی برای خود پانتونهای پا های دولتی هم یک سلسله مکلفیت تایر به دوش آنها گذاشته مثلا شرایط جلب در پانتون پا های دولتی هم فعلا طوری شده که دیگه دست دپارتمنت یا فاکولته باز نیست برای استخدام استاد باید مثلا وقتی بست به اعلان بره بعد از که بست به اعلان میره دپارتمنت مربوطه سه ست سوالر بانک سوالات روان میکنه به معاونیت علمی پانتون، پا و باز به هر ماه یا هر سمستری هم باید یک مقدار معینه سوالات رو به او بیافزایی بعد امتحان کدری از سوی شارد لیست از طریق دپارتمنت و فاکولته میشه شو فرستاده میشه بعد امتحان رو معاونیت علمی پانتون رو این همین شرایط رو از کرده برای پانتونای پا خصوصی. یعنی پانتونای پا خصوصی هم بسته خود بعد از طریق وزارت تحصیلات علی به اعلان بگذارن. اثر تو سر افغانستان هر کسی که خود میخوای که متقاضی باشه شرایط بیای تکمیل کرده باشه. بالاخره اون شرایط داشته باشه. فرم بگیره بعد این فرم شرط میشه شرط میشه میای به کمیتی تقریباً فکر که پانتون پا دولتی بعداً مسئولیت اخذ امتحان زیر خود پانتون دولتی داره نه خود پانتونای های خصوصی متاسفانه همین کار هنوز در چوکات پانتون های خصوصی نشده از صحبت شما معلوم میشه که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکل اکادمیکش داره نه اینکه سو سوی سیاست مرکز دقیقاً همین اون دقیق شرایط در نتونستن یعنی <applause> این به تمام ولایت صدق میکنه دقیقاً باید همین کار باشه دقیقاً به خاطر اینکه ما اینطور ظلم داره از طرف طبق معیارهای تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی سه مرحله برای کسب سند اعتبار دی اکادمیک تعیین شده اول و دوم و سوم شرایط از طرفی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مکلف به تامین منابع مالی هستند تا ای که این اهداف به این اهداف دست پیدا کنند فکر نمی کنیم اگر وزارت تحصیلات عالی پالیسی روی دست بگیری که تطبیق همین 11 معیار تضمین کیفیت که ما شما روز با سر کار دارین اساتید پونتو اینا طوری تقسیم کنند بنا به شرایط مالی و منابع بشری هر پانتون تایی که بتونن اینا مرایل به خوبی سپری کنند خب ببینیم اولا که او شرایط شرایط دشواری نیست ما اگر زحمت بکشیم میتونیم به اون مرحله برسیم تجربه ما در پانتون دولتی داریم دو سال پیش ما و خود ما برای خود تقریبا نمره بالای دادیم اما وقتی هیئت بازنگر بیرونی از مرکز آمد متاسفانه ما نمره کمیابی نگرفتیم و این کار خوبی هم شد یک تجربه خیلی خوب شد برای ما اما در طی یک سال گذشته واقعیت همین که پانتون ایراد به شدت کار کرد و به شدت کوشش کرد همین 11 معیار و زیر مجموعه های از 11 تا که, که دقیقا همین رو تکمیل کرد و بالاخره هیئت بازنگر بیرونی آمد و دیدیم بلده. که شرایط پذیرفت به بالاخره بالاتر چند فیصد پانتون پا دولتی ایراد برده که امروز مورد پذیرش قرار گرفته امه. دقیقا باید پانتون پا خصوصی همی کارار بکنن دقیقا باید بکنن به طور مثال پانتون پا خصوصی مکلف هست که مثلا مرکز کامپیوتر لب مجهزی داشته باشه بالاخره کتاب خانه الکترونیک بله. داشته باشه کتابدار بله. کتاب دار داشته باشه کتاب خانه مجهز آپدیت شده بله. داشته باشه استاد واجد شرایط که داشته باشه. بله. من یاد داشته که من پیش خود مطابق به لایه کیفیت برنامه تزمینه کیفیت چند مورد باید دانشگاه داشته باشن استادان ساختار تشکیلاتی کیفیت تدریس تحقیق ارزی خدمات زیربناها امکانات ادامه فعالیت ها و آنچه که اجراتشان با قوانین تطابق داشته باشه میتونه ده که این سر مرحله را سپری کنه پوانتون هایی که مثلا یا مؤسسات عالی که در کابل بله. موفق به کسب سند اعتباری در مقطع مصری شدن و یک دو پوانزه از هرات بله. این همه مورد تکمیل کرده بوده؟ محبت. دقیقا ببینیم ما تجربه ایر که ما خودم شخصا دارم خوشبختانه ما از جمله کسانی هم که در قسمت گرفتن مجوز برنامه فوق لیسانس در پانتون پا هرات نقش داشتم در مو که سمت معاونیت امور و, و پانتون پا مربوط به ما بود ما در مو دوره کوشش بسیار زیاد کرد. خب این دقیقاً دوری بود که شما ای 85 فیصد نمره نگرفته بودید نه, نه 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 دقیقاً دقیقاً و در مجموع در افغانستان هم شرایط هنوز نیامده بود ما او در اون دوره ما شرایط کیفیت را نداشتیم اصلا مقرره تضمین کیفیت را نداشتیم به خاطر شاید شرایط برای ما سهل‌تر بود اما امروز که ما ای برنامه داریم که تقریبا سه برنامه رو میشه بگیم یکی ام داریم یکی برنامه اقتصاد رو داریم و یکی برنامه رو داریم. هم برنامه ادبیات داریم واقعیت همینه که هر روز ما با مقدار زیاد کاغذ سر و کار داریم ولی بله شرایطی ما داشتیم مثلا چرا ایتر برای شما بگم که وقتی ما در چوکات پانزه بیاد رشته دری ما خواستیم برنامه پیشنهاد کردیم برنامه فوق <تصفح> لیسانس که با سختی بسیار زیادی هم گرفتیم بنامه. یک مقدار خوب بالاخره از صلاحیت تو خود خو استفاده کردیم یک مقدار از فشار های بیرونی استفاده کردیم از نماینده های دلسوزی که در مورد اوره یکی دو نفر در پارلمان بود از اراده از اونها استفاده بنامه. کردیم بالاخره سر و صداهای زیادی بسیار که کردیم مثلا یکی از شرایط تدی بود که ما مثلا 4 نفر استاد داشته باشیم که ما در عمر تا 5 نفر استاد در همین دپارتمنت مثلا بعد از اینکه فاکولته اقتصاد چهار نفر فوق استاد پی داشت اونا هم اقدام کردن بالاخره صاحب ای برنامه شدن ضمن از اینکه از شرایط از یکی بود که مثلا کتابخانه اختصاصی ما که شما این سند ماستری می‌خواستیم بگیرین بله اول یکی از اصول یا شرایط داشتین فقط استاد داشتین و بالاخره کتابخانه تدریس مانیره. و امکانات و عرضه خدمات و... اول ما این مسائل اینا رو داشتیم به خاطر چی میاره شما میگم داشتیم ببینیم استادای به اونجا ما تدریس می‌کرده کمی استاد 5 سال 10 سال تا یا 20 سال تجربه خب. تدریس در دوره لیسانس داشته اما در همین مدت رفته بودن به شکل بورسیه ما دکترا خورم گرفته بودن بله. یعنی پیش دیود. از طرف دیگه هیئت که آمده برای بررسی کرده و بعد مجوز برای ما داده اول اولین سوال از از ما ای بوده که کجای کتابخانه اختصاصی شما بلد. ما برای دوره مستری یک کتابخانه اختصاصی یک فاکولته ادبیات ما بسیار به سختی تونستیم امکانات رو تهیه بکنیم اما خوشبختانه برنامه ماستری اقتصاد در وقت امریکایی ها یو اس آی زیر پوشش گرفت که البته کل افغانستان زیر پوشش گرفت کل افغانستان زیر پوشش گرفته بود به همین خاطر این مسئله کامپیوتر کتابخانه امکانات تجهیزات. و چندین دوره استادای نور به چین بردن به ویتنام بردن به کشورهای مختلفی دیگه بردن در م... برای مالزیا بردن اونا را اونجا آموزش دادن همین استادایی که پیش هم داشتن بعد آمدن برنامه ماستری ایجاد کردن حتی اقل در چوبکات فاکولته اقتصاد در برشمون میگم در چوبکات فاکولته ادبیات ما تا جایی که برای ما مقدور بود کوشش کردیم که همین امکانات را تهیه بکنیم همین امکانات تهیه بکنیم می این خاطر یعنی ما باورم ای است که برای ما با شرایط بسیار سختی دادن برنامه ماستری در سطح نیرو در حالی که عین پر که شما سوال بیشتر را ترسون برای پانتون‌های پا خصوصی با کابل به شرایط سالتر در نظر گرفتند و امروز هم متاسفانه همین شرایط بسیار دشوار پیش روی ما موس سنگ‌های بسیار سنگین پیش روی ما گذاشته شده است که برای ایجاد برنامه های ماستری به طور مثال برای شما میگم ما امروز 18 نفر استاد پیشه در فاکولته زراعت داریم اما دو سالی که ما درخواست کردیم هنوز متاسفانه مجوز رسمی از اون نرسیده برای ما در حالی که مثلا برای پانتونی پا مثل کاردان یا پانتون پا قاتب یا یک دو پانتون پا دیگه خصوصی داده شده طبق تعریف که فعلا وزارت تحصیلات عالی داره تحصیلات عالی سه مرحله و بر اساس اصل استواره آموزش تحقیق و تولید اندیشه بله. با همین وضعیتی که در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می‌بینید با همین افراد که ظرفیت های پایینی از مطالعه دارند و با همین افرادی که به نوعی منافی پولی در مؤسسات خصوصی دارند میتونیم که حداقل بحث آموزش که به طور معمول پیش میره مسئله تحقیق و تولید اندیشه ره ما روزی به بی بین اداف دست پیدا کنیم که تو باز بتونیم بگین که ما در مقاطع بالایی میخواییم جواز کنیم من ببینید یک مثال برای شما میخواییم که قبل از اینکه مراجع رو مرکز تحقیقات صحبت بکنیم و تولیدات علمی صحبت بکنیم در این ریسرچ یا تحقیقی که از هزار پوانتون قابل قبول جهان مؤسسه تایمز با بی بی سی انجام داده که البته دوازده هزار نفر در این تحقیق اشتراک داشته و دوازده میلیون ورودی علمی هم مطالعه شده هزار پانتون قابل قبول جهان رتبه بندی شده خب از این جمله به طور مثال شما 224 می میبینیم از امریکای 75 می میبینیم از چین 68 پانتون میبینیم از انگلستانه به طور مثال 37 پانتون میبینیم از کشور کره جنوبی به طور مثال 61 پانتون میبینیم از کشور ژاپن 58 پانتون میبینیم از آلمان 48 پانتون میبینیم از فرانسه 41 پانتون میبینیم از ایتالیا مثلا 3 پانتون از عربستان سعودی 5 پانتون از مصر 12 پانتون به طور مثال از کشور ترکیه مثلا 22 پانتون, هش پانتون از کشور هندوستان 11 پانتون 8 پانتون ببخشید از کشور ایران و به همین ترتیب تا به آخر متاسفانه ما در این لیست جای نداریم برای چی نداریم معیاره هایی که اینا رفتن می ای ها سنجیدن و بعد نمره دهی کردن مثلا اولین معیار برای این ای بوده تولید علم بوده دقیقاً صحبت از تولید علم میکنیم نه چپتر که من تهیه کردم کتاب که تدریسی که من نوشتم که برای شاگردا خود درس میدم منظور از تولید علم که کتاب های ما در پانتون پا های دیگه دنیا هم تدریس تدریس بشه به شما وقت هندوستان رو میگیم که قبول میکنیم چرا به خاطر از اینکه همین خانم سوشما سواراج که تا یکی دو ما پیشم هم وزیر خارجه بزیر هندوستان بس. بود اگر البته شا... مثلا شما نه شما میفهمید که تو در دا همین پانتون پا های فاکولته های حقوق پانتون پا های د... خصوصی و دولتی تدریس میشه حتی اگر مستقیم کتاب انگلیسی از هم تدریس نشه حداقل ترجمه از او تدریس میشه پس میبینیم این کشور تولید علم دار حالا شما میرید کتاب های حقوق و کتابای اقتصادی کتاب های تی بی و کتاب های و غیره شما ما میبینیم که سر تا سر دنیا کتاب از اینا تدریس میشه ده. آیا ما یک مقاله داریم که از ما به کشورهای دیگه یا پانتون پا های بیرون از کشور تدریس بشه حداقل مسراق ندارم حداقل مسراق ندارم آیا ما یک کتاب علمی داریم که یک کتاب یک علمی بخشی از 11 معیار تضمین کیفیت هم, هم تحقیق دقیق و خیلی هم تاکید داره دقیقاً دقیقاً ولی اما تا بحال به حال به کوچکترین هدف دست پیدا نکرده نه وزارت نه مؤسسات تحصیل و تعلیم برای شما امیر بگم برای ببینیم در دگه کشورها وقتی بودجه ملی سنجش می در بودجه های عادی و انکشافی از اینا یک پول مشخص برای تحقیقات در نظر گرفته می میشه در شه. پلان انکشافی و دقیقاً دقیقاً به مثال شما امریکا رو ببینیم بلد. حتی بالای بالای چند صد میلیارد اختصاص میده به بی خود که نیه که میره به کرات مختلف میره به سیاره های مختلف میره به روی زمین و زیر زمین و اعماق دریا ها میره تحقیق میکنه پول هزینه بسیار زیاده نیاز داره دقیقاً اموری ب... که شما میدین مسلما دقیق هست بله خب بله. چی راهکاری برای دولت پیشنهاد میکنه دقیقا. دقیقا. وقتی, وقت وزارت تسلیحات عالی تفتیش داره تضمین کیفیت داره تاکید میکنه اما خود وزارت هم شاهد است که به یک فیصد از اهداف دست پیدا نکرده پس چی را، چگونه پالیسی روی دست بگیره که این پانتون ها وادار باشن که ما تا زمانی که پول هزینه نکنیم و تا زمانی که به بودیجه خود مبلغ بسیار مشخص و هم سنگین برای بخش های مختلف ما هزینه نکنیم ما باور دارم که ما به تحقیقات به جایی نمیرسیم متاسفانه ما در افغانستان همیشه همیشه امروز برای شما صحبت دارم میکنم به طور مثال جالبه که همین حال در همین ولایت ما و شما مدیر ترانسپورت جایگاهی از او از رئیس پانتون پا بالاتر هست چرا؟ چون پانتون یک نهاد مصرفیه و ترانسپورت یک نهاد آیدیتیه جناب ویلی صاحب مدیر ترانسپورت تر که کلان موتردارای موتروانای او به کنار خود میشونه و خوشحاله که اقدر تولید کرده بریم در حاله که خب وقتی ما علم را تولید بکنیم بعد از علم آید میآید دولت آیدم هم میایه مسئله تحقیق در حد شعاره دقیقاً. او هم وزارت خونه و بچه هایی که مرتبط هستند اصلا بسیار چیز در کلی دولت این نیست که تحقیقات باید شکل دلیل بگیره دلیل, 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 دلیل داره دلیل داره دلیلی این است که وقتی شما 70 درصد پول بودجه خود نمیتونیم تامین بکنیم از طریق کمک های بیرونی جذب کمک های بیرونی می تامین بکنیم چگونه اونا برای ما شما باز پول هم میدن که ما برای مازینه بکنیم مثلا تکلیف سرطان را برای شما می گفت 100 ساله که بشر روی داره تحقیق میکنه شاید 50 سال 100 سال دیگه تحقیق بشه چی همه هزینه شده اونها انتظار نداشتن همین امروز که ما شروع میکنیم مثل از اینه که من برای شما 100 روپیه میدم به شرط از که گلاس شویر همین لحظه به بدیم این گلاس چای ممکنه 10 سال بعد بشه اما 100 تا ای پول شما بعد اصلا مصرف بکنه به عنوان عضو یا عضو کادر علمی پانتون پا دولتی هرات حتما یک بررسی دقیقی از وضعیت مؤسسات خصوصی هم داره دقیقا. مسئولین این مؤسسات اراده دارن؟ من چند پاتون خصوصی زمانی که ایجاد میشد در مو از نام شرکت داشتم یک جمله رو برای اینا گفتم ما فکر میکنم همین لازم شاید ایده از دوستا بشنوان که برای اینا نصیحت کردم یا به شکل توصیه برای اینا گفتم گفتم ما تجربه داریم در عرصه پانتون داری هم. و شما امروز آمدیم پانتون رو باز کردیم اولاً که یاد شما باشه که پانتون پا یک گروپ تجارتی نیه یک کارگروپ نیه دقیقا و شما باید به این فکر باشیم که مثل از این است که شما یک نهال امروز داریم منشانیم امکان داره ده سال بعد ام. سال بعد این نهال شما به سمر برسه او وقت شما از آید از استفاده بکنیم اگر شما به این فکر باشیم که شما امروز مثلا 500 هزار دلار سرمایه گذاری کردیم به سال آینده 500 هزار دلار شما نقد بشه 200-300-500 هزار به شما از اینه بکنه ایش نباید یک و مسئله دوم کسی که میخوای پانتون ایجاد بکنه یا افتتاح بکنه یا بسازه او آدم باید حداقل حد یک آدم اکادمیک باشه از نظر من نه یک تاجر به از دی که تاجر همیشه به منفعت سوم شام خود فکر کرده فکر کرده که من چند تیم روغن بیارم این چند تیم روغن چقدر بالای ما بیفته و چقدر در مینار بفروشم چقدر عاید بشه و پولم هم در ظرف 20 روز یک ماه دو ما پس نقد بشه و به اما پانتون چون این چیزی نیست خب. چون, این چون از صحبت شما ب... طور تلقی می مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بگی که خصوصی هستن به عنوان نادهای تصدی و نادهای ارائه خدمات عمومی محسوب میشن ده ده. چون اینا یک مبلغ پول از بیت المال اله بگه که تا به اونها ارائه خدمات کنن در برابر این مبلغ خب وزارت تحصیلات عالی هم حتما متوجه هست که چنین امری وجود داره چرا پالیسی وجود نداره که مؤسسات تسلط عالی خصوصی از منابع مالیشون هم مستقیما تفتیش صورت بگیره که این منابع به کدام قسمت ها هزینه کردن این منابع به کدام اکانت های مالی حفظ میشه و اصلا موضوعی که مؤسسه تسلط عالی خصوصی بخش مالیشون کود کد بودیجوی ندارن یا اگر دارن هم خیلی ضعیفه که مثلا وقتی هیئت بازرسی یا یک تضمین کیفیت میای مستقیم کدها رو ببینه که پولا با کجا مصرف شده یک چنین پالیسی وجود نداره و این از تعریف اصلی خود یعنی تحریف شده تا که تعریف بشه بله. متاسفانه ما وقت سیستم و بازار و آزاد در اعلام کردیم بله. ما تعریف مستقلی از سیستم و بازار آزاد نداشتیم دقیقا و این برای کشور مثل افغانستان ضربه بسیار سنگینی زده بله. مثال برش ما میگم امروز شما قراره که نانیر که شما از او میریم به ده افغانی میخریم 300 گرم باشه بله و ما و شما بارها و بارها شنیدیم که میگن این نانایی که با بازار فروخته میشه 200 گرم بیشتر نیست وقتی شما از شارولی سوال بکنیم شارولی میگه که حال ما صلاحیت ایر نداریم که مثل گذشت ها بریم نان اردمی که از تنور بیرون میشه همون لحظه بگذاریم بالای ترازو و اگر سبک بود صاحب دکان رو جریمه بکنیم دکان از بسته بکنیم و مجازات بکنیم دقیقا در قسمت پانتون پا هم همین مسئله وجود داره در این به خاطر همین هم است که دست وزارت تحصیلات عالی آنچنانی باز نیست که بیایه از هر جهت اینا رو تفتیش بکنه خصوصا مسائل داخلی و پولی و مسائل مصرفی و مسائل عایدات امروز جالبه که در کل پانتونای خصوصی ما و شما فیس ها تقریبا یکسانه در حالی که چون این چیز در کشورهای دیگه نیست شما میبینیم که یه عین رشته در یک پانتون دولتی ممکنه در سال ده هزار دلار فیسی باشه این رشته در یک پانتون دیگه شاید 500 هزار باشه بله. چون ارائه خدمات هم قسمه که شما یادآوری کردیم ارائه خدمات متفاوته خب بله. پانتونی پا که ده هزار دلار هزینه م... فیس میگیره به بله. تناسب داره هزینه میکنه ارائه خدمات بله دقیقاً بسیار پیشرفته داره سیراید می بسیار پیشرفته داره استادان نخبه مثلا توضیف کرده مثلا و کتابخانه های بسیار پیشرفته داره بالاخره وسایل و امکانات پانتونی پا رو از معیاری آماده ساخته اما او پانتونی پا که مثلا از اون میگیره هزار دلار او به اندازه هزار دلار میای ارائه خدمات میکنه جالبه که در افغانستان همین مثال امروز اگه شما نگاه بکنیم از هرات تا به کابل همه بگونه یک سانه و باز یک چیز دیگر که من برای دوستا توصیه کرده بودم و هم میشه به همین جهت طریق تلویزیون یادآوری میکنم یک وقت به یک از این خصوصی ما گفتم که فلان فاکولته تو جایگاه خوبی پیدا کرده تو کوشش کن که همین فاکولته خور تقویه بکنیم تمام سرمایه‌گذاری خود روی همین فاکولته بگذار روزی از روزها همی فاکلته تو قطب همی موضوع یا مضمون در سطح افغانستان میشه نه رو دنبال این فاکلته و اون فاکلته نگرد نه دو مجوز سایر فاکلته ها نگیر متاسفانه او رفت برخلاف گفتیم فاکلته های مختلف گیری که همو فاکلته ها همو افت کرده و همو فاکلته هم هم بله هم. بله. های پولی داشته دیگه پولی داشته هدف پولی ببینیم ما نمیخوایم بگیم که پانتون های دولت خصوصی مؤسسات انتفاعی نباشه که هست که هست دشکر. اما خیلی دشکر. فرق میکنه یک پانتون با دشکر. یک شرکت تجارتی ما در شرکت تجارتی با یک دید دیگری داریم نگاه میکنیم در حالی که با پانتون باید ما با یک چشم دیگری نگاه کنیم دشکر. متاسفانه خیلی از کسانی که آمده در افغانستان شما به طور مثال من یک جوان تحصیل کرده از خارج آمده بودیم برای یک تاجر میشتم گفتیم از که تو تجارت میکنیم یا یک پانتونی باز کن ولی او آدم هنوز دید آکادمیک نداره با شما دکتر برمیگردیم به صحبت های شهروندان در این مورد و برمیگردیم با شما برای از اینکه دوره مستری در پانتون هرات برای چند پانزی البته شروع شده و برای چند تا شروع نشده به دلیل از اینکه توجهی مرکز در حالی که استادان ما در دانشگاه بردی تمام پنزه ای ها همون زرفیت های لازم رو دارن استادا زرفیت ها. ما استادا مستر در استادا دکترا داریم ولی متاسفانه همین کسایی که در رست قرار دارن برای از اینکه همی ای ها برنامه مستری شروع بشه. کار نکردن بی توجهی میکنن حکومت هیچ توجه بخش مستری به پانتون نکرده نه تنها ایراد بلکه پانتون کابل که پانتون مرکزی گفته میشه نه به اونه به ایراد بهش کدام کدام توجهی در این بخش حکومت نداره و به این فکر فکر نکنون باشن ولی نیازی که همه ما میفهمیم نیازمند اینه که یک دوره مستریم در پانتون ایجاد شه خواست بیشتر ماسترین اینه که سرتو سریشه یعنی هر پانزی خیلی کسایی هست که تهوان نظیر نداره که خارج از کشور برای تطبیق امی برنامه مستری بتونه بره و خارج از کشور ویزای اقتصادی کشور ما به همگی معلومه همگی توان ایر ندارن که برن به کشور خارج یا به ایران یا بلاخره کشورهای هر کدوم که مایه باشه به اونا برن دوره مستری خود کنم نیازمند اینه که یک دوره مستری در پانتون ما هم ایجاد شه چون که همه سهولت برای خود ما مؤسسین میشه هم ای که لازم به پرداخت پول بیشتری هم نیست همی عزیز نمیتونن برن هزینه زیاد رو بپردازن به خارج از کشور و تحصیل خود ادامه بدن برای از او در داخل خود کشور و عظمی ظرفیت اص... های استادا ها استفاده بشه و با هزینه اندکتر میتونن سطح علمی خود بالا ببرن بیشتر معسلین نیاز به که برنامه مستری خود بگیرن و ما خواست هیم هم از... از دولت که بتونه یک 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 مسئولیت خوبه برای از کار به وجود بیاره که تا ما بتوانیم برنامه مصری خود به تطبیق کنیم صد در صد نیازه چون فعلا در این جهان امروزی که ما داریم دوره لسانس واقعا پاسخگوی نیازهای یک و بالاتر و جوانان یک اجتماع باید به یک دوره علمی بالاتر را پیدا کنند و متاسفانه برای تمام جوانان این فرصت برآورده نمیشه متاسفانه طبق آماری که ما داریم یا خبری که ما داریم تا حال هیچ کنم از وکلای پارلمان در قسمت کوشش نکردن یا همکاری نکردن چون اگر اونا صدای هرات در مرکز برسونن بدون شک رفته رفته پانزه پا های بیشتر برنامه مستری در اونا افتتاح میشه نه تنها ما بلکه تمام مردم هم میفهم به پنتون هیچ کار هیچ کوشش تا حال وکلای پارلمان انجام نداد. نکردن وقت به پرسی نکردن هر کدوم منافع شخصی خود اگر چی رسیده توانستن تو تا تو ولی سنا تو با نومو مسری دو سال بیشتر یا لسانس بودر ما با فروش تا برسونن مرده متاسفانه همونطور که همه ما شما میدانیم تا حال ما کدام تلاش ندیدیم فقط بیشتر وکیلای پارلمان متاسفانه افغانستان مشکلات بسیار زیادی داره که تا به این اندازه مشکلات زیاده که نتونستم به فکر این مشکلات بشم و کدام راه حل هم تا ندیدیم از اون را کدام اقدام کنم؟ خواستم ما از مسئولین اینه که در پنزه های مختلف و در پنزه هایی که استادان اینا واقعا موسط علمی اینا بالا هست اونا امو برنامه مستری را افتتاح بکنن و دانشجوها بتونن از این فرصت استفاده مزیدی بکنن خواستم اینه که کوشش در این باشه که یک دوره مستری در پنتون هرات ایجاد بشه اگه که خود ما محصیل هم بتونیم در ای را به پیشرفت های بالاخره به انگیزی بیشتر در ادامه دیم بخون. خواست خود ما تنها چی که تمام کسایی که میشناسون و میبینون خواست نهانی است که دولت بتونه یک سهولت خوبی، یک امکانات خوب فراهم کنه برای که تحصیل مستری یا دوری مستری خود در داخل خود کشور بر مبنای ای که بتونه برسعت بالا و اساتید مجرب با یک امکانات عالی بتونه ای کار برای مسئلان انجام بده تنها خواست ما از مسئولین اینه که دورای مستری در تمام پانزه های پانتون هرات برگزار شد و از لحاظ سطح کیفی هم کیفیت از اون بالا برده شد و فیس هر دوره مستری و کمک کنم با مؤسسین با درود مجدد به ادامه برنامه خوش آمدید صحبت های شرمندان بود پیرامون برنامه جناب دکتر سید آخرین حرفی که داشتین در موردی که پانتون ها بیشتر روی تعدد تشکیلاتی پانزه ها و دیپارتمنت ها تاکید دارن و اینها عدفشان مسئله پول و منافع مادی هست تا اینکه آموزش و کیفیت تدریس باشه <applause> و در طرز العمل تصمیل کیفیت هم بازنگری برنامه سالانه ایجاد برنامه هست بازنگری هست اتقام و القا و این موارد پیش بینی کرده خب حالا وزارت تحصیلات عالی و شما که به نوید نمایندگی میکنید از وزارت در ولایت هرات چی ارزیابی دارین از مؤسسات تحصیلی و خود پانتونه هرات ای که تا به حال ایجاد برنامه ای که صورت گرفته و نظارتی که از برنامه ها صورت گرفته و گزارش هایی که شما به دست شما کتبند به تا اصولی رسیده میزان ارزیابی شما چی هست؟ متاسفانه ما در افغانستان فاکلتهار بر اساس تقلید ساخته امیم. به تا روسول پانتون بلخ دیده که هرات کدام فاکولته هار داره بله مجوز گرفته او هم حمور گرفته <applause> و پانتون پا هرات دیده که به جلال آباد کدام فاکولته وجود داشته پانتون پا هرات هم دنبال همو رفته و ما امروز یکی از معیارهای بسیار مهم اکادومیک برای پانتون پا ها استقلالیت یا همون جایگاه دپارتمنت ها هسته متاسفانه هنوز در های ما دپارتمنت ها جایگاه اصلی خود باز پیدا نکرده ریاست فاکولته یک بخش اداریه رئیس پانتون یک مسئول اداریه اما دپارتمنت ها هست که در جایگاه اکادمیک نقش برازنده دارن به طور مثال به پانتونی مثل پانتون سیستان و بلوچستان در ایران که شاید به نظر ما نیایه شاید به نظر ما اصلا نیایه در اونجی من فکر میکنم 700 دپارتمنت داره 700 دپارتمنت داره در حالی که پانتون پا هرات با تمام حرفایی که ما داریم میزنیم حدود هفتاد دپارتمنت داره ما فقط رفتیم به سمت فاکولت ساختن هیچ وقت به این فکر نکردیم که ما باید دپارتمنت ها رو امروز دپارتمنت هایی که در یعنی ایجاد دیگر. برنامه غیر معیاری بوده دقیقا امی حال به طور مثال برای شما میگم شما میرین به دیلی یونیورسیتی <coughs> بله. به دیلی یونیورسیتی در اونجا تقریبا 200 220 سال سابقه کاری دارن اونا بله. با 200 220 سال تا سابقه پانتون پا داری امه. با وجود که 1 میلیون و 200 هزار ما داره چند هزار دپارتمنت داره اما کل فاکلت های شاید هفتا یا هشت باشه از نظر شما انگیزه چیست که قدم های اول تشکیلیت رو نمی کلیات باز دقیقاً ما به خاطر چی کار کردیم به خاطر از این رفتیم کردیم که برای خود یک پست ایجاد بکنیم برای پست خود برای خود ایجاد بکنیم فکر کردیم که رشد و انکشاف پوانتون زمانی که تعداد ها از بیشتر هست ما به فکر نکردیم که رشد و انکشاف پوانتون زمانی هست که ما در اونجی تعداد دپارتمنت های ما بیشتر باشه به طور مثال ما رفته بودیم به چین یک فاکلته ما رو برد نشان داد در این فاکولته زبانها ها هشت ببخشیم 118 دپارتمنت تنها زبان داشت برای ما زبانهای مختلف دنیا نشان داد در حالی که ما فاکولته ادبیات ما سال سابقه دارد تعداد بلده. دپارتمنت های زبان یعنی یک مورد هم باید ما و شما در نظر داشته باشیم کشورهایی که شما نام بردیم ایران هند و بقیه کشورها به نوعی مؤسسات بیمه شده توسط نات های متصدی یا مستقیما خود دولت فرض کنین که نهاد تحصیلی خصوصی در هرات میخواید که در یکی از پانزه یاخو ایجاد برنامه سب دیپارتمنت اضافه کنه حالا خب بودیجه نداره مسئل کم داره منابع مالیش کم است و ای ایجاد دپارتمان ها یا ایجاد برنامه های اضافی هزینه میخواه و دولت هم چنین برنامه نداره که اگر پوانتون با کسر بودیجه روبرو شد تمین کنه و جبران کسر بودیجه به ای صورت بگیره پس اگر این دیدگاه واقعی باشه پانتونای خصوصی خیلی مقصر نیست شما برای دولت راهکاری دارید که ببینیم من میخوام برای شما یه بگم شما به هرات در سال به چی تعداد جورنالیست نیاز دارید؟ خب به تعدادی که رسانه های صوتی و تصویری زیاد اینا که میشه شده. اینا کشبا شده شد اشتباه شده خب برمیگرده به اتفاقات ببینیم اتفاقات حالا گپ هست حوادث گپ سر هست بقیقا. که ما بدون محاسبه رفته کار کردیم امه. ما بدون محاسبه رفتیم من به شما دو تا مثال رو میزنم بعد پس میام سر جواب شما بله یک وقت رفتم به یکی از دپارتمنت ها به هندوستان گفتن می دپارتمنت مجسم بل. سازی جایگاه اول رو به جهان داره جایگاه اول رو به جهان داره اسکالپ چاره جو مجسمه سازی پس پیش خود فکر شفه. کردم کالای 2000 5000 10000 شاید شاگرد داشته باشه از 200 300 500 تا استاد داشته باشه و به همین قصاله هازی دقیقاً وقتی رفتم به او دپارتمنت نگاه کردم کل شاگردای همو دپارتمنت 38 نفر بود 38 نفر اما همین دپارتمنت جایگاه اول رو به جهان میزد ولی در عوض کل امکاناتی که نیاز بوده در همین دپارتمنت بود بعد آمر دپارتمنت یا رئیس دپارتمنت برای ما گفت که ما همین حال مجسمه هایی داریم که ده سال پیش پولی به ما داده شده ما هنوز نساختیم برای او گذاشتیم برای ده سال بعد ما برای قرار نوشتیم که برای تو تعبیل میدیم حالا اگر ما به جای از بودیم چه کار میکردیم همی دپارتمنتر میامدیم این پر از شاگرد میکردیم گفتم پس این شاگرد چی؟ گفت این شاگرد ها که ما از سر تا سر اندوستان جمع کردیم تشخیص دادیم آوردیم متوجه شدیم ما به طور مثال به عین ترتیب شما همین حاله هر پانتونی پا بریم استوماتولوژی داره شما چقدر دکتر دندون به همین حیرات به کار داره اشما شده دیگه پر شده خیلی از دوستا ما که وقت فارق میشه اولا که او همو امکانات رو نمیتونه به خود تهیه بکنه ولی امکانات رو هم تهیه بکنه کارای جای نداره که بده پس ببینید که ما بی اصول ساخته بودیم بی رویه ساخته بودیم از طرف دیگه باز کنکور که برای ما میده چقدر میده برای هر دوره 100 نفر برای ما میده در حالی که باید ده نفر بده اما به جای از ده نفر برای ما امکانات در اختیارم ما قرار بده که ما بتونیم خب طبق کار ساده ای نیه دیگه طبق بلاخره از اینه کار داره که مشمول ما داشته باشید از طرف دیگه یک مثال دیگه را من برای شما میذارم روز جناب رئیس جمهور اومد بود بهرات ما رفتیم به اردو میخواستیم ببینیم صحبت کردیم اونجا خب بالاخره رئیس های فاکلت های مختلف صحبت کردن از این طرف از اون طرف رئیس جمهور بعد رو خور طرف ما کرد همین جناب دکتر سب اشرف از ما پرسان کرد گپاش ما خلاص بود گفتیم ها گفت جالبه که همین لحظه می اشرف قنی رئیس جمهور افغانستان 20 هزار محصل به کابل حقوق میخونه برای یک نفر ما کار ندارم برای یک نفر کار ندارم که بودم گفت این دروغی بوده که شما برای مردم گفتیم برای ما گفت ای رفتیم تبلیغات کردیم مردم را آوردیم به فاکولتی حقوق امروز میخوایم که ما برای از کار بودم ما از کجا برای از کار بودم با. گفت من از وزارت معادن و صنایع خواستم که برای ما چند نفر متخصص معدن معرفی کنه گفت شش نفر برای ما معرفی کرده هر شش نفر اکسپایر بوده هر شش نفر اکسپایر بوده گفت همین لحظه می رئیس جمهور به 20 تا 30 هزار متخصص معدن نیاز دارم آیا ما 20 تا 30 هزار متخصص معدن رو از کشورهای بیرونی استخدام بکنم چقدر باید برای از حقوق بپردازم و چقدر برای امنیت از او هزینه بکنم آیا ما به داخل کوه افغانستان میتونم برم تامین امنیت برز بکنم گفت چرا نرفته بودیم دپارتمنت معدن رو نساخته بودی؟ طرفته بودی فاکولته حقوق زدی ببینیم ما با. دقیقا بی ساختیم بدون با. فکر ساختیم بدون هدف و پلان ساختیم متاسفانه وزارت تحصیلات علی هم پلان درستی نداشته و من پلان نداشتم. تا ما ده همی ها همی لحظه شما 10 تا پانتون پا خصوصی داریم به ولایت ایران همین 10 پانتون پا خصوصی همون فاکولته داره که دیگه دارن هیچ با. کدام اینو نرفته سر از این فکر نکرده که ما بیا دپارتمنت باستان شناسی داشته باشم هیچ کدام اینو نرفته با. توریسم باز نکرده با. هیچ کدام نرفته یک دپارتمنت هتل داری باز نکرده از شما وقتی که دخلی. وقت ما یک دپارتمنت هتل داری داشته باشیم می هتلایی که درجه اول و درجه دو درجه سه است اگر خواسته باشه کارمند در استخدام بکنه وقت میره لیسانس بار میگیره شما دخل. ما خیلی رشاید که خیلی رشاید که فرامونه ولی من میخوام در اینجوری و هر ما هیچ وقت به نرفتیم فکر نکردیم فکر کردیم کابل چی داره ما ما میکاره کردیم فکر کردیم مزار چی داره ما مزار از رو ما تقلید کردیم از رو از رو از رو تقلید کردیم از, از رو پانتونای خصوصی هم در مجموع در افغانستان انجینری اقتصاد کامپیوتر ساینس استوماتولوژی تپ What? همینا او خلاص دیگه تمام شده و اینا هم همو دپارتمنت که در همه اینا وجود داره شما بیایم برای یک نفر نشان بدیم که یک ابتکار کرده باشه یک دپارتمنت رفته باشه مجوز گرفته باشه اون دپارتمنت از یاد ما باید برای شغل ایجاد بکنیم از یاد ما و شما نره ما باید کار ایجاد بکنیم دپارتمنت ما امروز تمام جوان ها ما میگن که خوب دولت برای ما کار نمیده واقعیت هم اینه که دولت طور به کجا به طور مثال برای شما میگم شما مثلا چند تا بست به بس سارن ولی داریم که شما بیایم از های حقوق مقدم گیریم هیچ چیزی نداریم دقیقا و ما, ما داریم بله، و مهم تو ما داریم تو مسئله مهم اشاره کردین این ای که ما هم شخصا در یک صحبت های رئیس جمهور شنیدم که گفتن مشکل بیکاری در افغانستان عدم پوزیشن موقعیت کاری نیست بلکه عدم تخصص است شخصا شنیدم و حرف شما هم دقیق است ما به بیرویه فارق میدیم از هر رشته تحصیلات کاری کاربردی نداره و دیپارتمنت ها که ایجاد میشه بر اساس دیدگاه های شخصی مسئولین مؤسسات هست و اول منافع میسنجند که آیا ای دیپارتمنت ایجاد کنه چی منافع برای ما خواهد داشت به پانزه ایجاد کنیم بله شنید من صحبت شنیدم که مثلا در آلمان قانونی وجود داره که تمام اتبا مکلف هستند که یک وکیل مدافع داشته باشند و کسی که از حقوق فارق میشه وکالت دفاع ایجاد میکنه جواز فعالیت میگیره و او روزانه میتونه که ده ها موکل داشته باشه و از هر موکل به طور معین حق و عضویت میگیره و بهترین درامدیه و هیچ اقوقتان بیکار نمیمونه دقیقا و همین بین ترتیب در قسمت انجینری شرکت های بخش خصوصی دولت حمایت میکنه که تا ایجاد شغل بکنن و اینا و از طرف مردم او کشورها هم به نوعی فرهنگ بالایی دارن که اهمیت مثلا یک شخص حقوقی را سنجش کردن و پی بردن اهمیت یک یک انجینیر پی بردن حالا شما ببینید در هرات کسی میخوای خانه رو بساسه یک تعمیر ایجاد میکنه خود یک چند روز بیرون معمار بوده نقشه با تایی که برای یک انجینر استخدام کنه برای یک مادوم و انجینر بله دقیقا این غیر هست در افغانستان شما برای دولت چی پیشنهاد داریم که بتونه دولت حمایت کنه دولت با قوانین اجباری و الزامی بتونه من انتظار دارم که همین سیستمی که شما گفتیم که دپارتمنت ها بازنگری میشه دقیقا ما سردی داریم فعلا کار میکنه وزارت تحصیلات هلی. البته این ما از کشور یاد گرفتیم حالا متوجه خب اولا که از یاد ما و شما نره که دولت مسئولیت نداره طبق همین قوانین موجوده ما که ما ایجاد شغل بکنه نداره دیگه بله. گرچه هم نداره, نداره. با... با... با باید بله. نظر اخلاقی داشته باشه بله. دیگه کشور رو تقریبا 90 درصد فارغین ها جذب بازار خصوصی میشن از یاد ما و شما نره همین شرکت تجاری ما حاضر نیه که یک فارغ اقتصاد در بگیره فارغ کامپیوتر سنسر بگیره هنوز از میرزا صابقه و داره استفاده میکنه یک میرزایی برای خود میگیره اما نمیای یک جوان تحصیل کرده لسانس اقتصاد یا کمپیوتر ساینس نمیگیره اما مسئله بازنگری دپارتمنت ها به نام نباشه همین لحظه که ما با شما دارم صحبت میکنم ما دپارتمنت های مشابه در همین صد پاندون اراد داره به طور مثال فاکولته ساینس ما دپارتمنت کیمیا داره بیولوژی داره فیزیک داره ریاضی داره فاکولته تعلیم تربی هم داره به طور مثال فاکولته علوم اجتماعی ما دپارتمنت تاریخ داره جغرافیا داره سپورت داره پشتو داره بره. عربی داره دیگه نمی به تربی وقت زیادی نمانده اگر جنبندگی کنیم جنبندگی کنیم فقط راکارها و چالش فرا راه تحصیلات عالی که چگونه ما به مقاطع بیشتر دست بزرگتر دست مثل مقتل مصیب و در ولایت حیران کوچک <تصال> اولا کما نظر می هست که ما سیستم تحصیلات اولا سیستم تعلیمی را از سطح مکتب بیایم شروع بکنیم مثل کشورهای یک مدل داشته باشه مثال برش ما میگم هندستان ما بالله. تا صنف 10 شاگرد بر عمومی از سن 10 رشته بندی بشه یک کنکور رو خود وزارت معرف از بگیره ساینس بر جدا و علوم اجتماعی بر جدا بره بعد بالله. کسی که مثلا 70 درصد 75 درصد پینتر میبره مثل هندستان اتومات بره به سمت علوم اجتماعی و کسانی که از 75 درصد میره با بالا بره به ساینس ساینس هم دو بخش بکنه ساینس علوم طبی اگه کسی میخونه مثل هندستان مری بیولوژی کیمیا و ریاضی فیزیک بکنه کسی که مثلا علوم طبی نمیکنه بیولوژی نخونه کیمیا و ریاضی فیزیک بکنه بعد ما کنکور رو بیایم اختصاصی بسازیم یک یکی و چیز دیگری که من میخوام بگم برای شما ای و ای است که ما کوشش بکنیم تشکر. که در, در افغانستان حداقل با تعداد فاکولتا ها کم بکنیم تعداد دپارتمنت ها افزایش بکنیم دپارتمنت های غیر ضروری رو حذف بکنیم به جای دپارتمنت های ضروری جا بکنیم که این دپارتمنت بتونن یک جمله دیگه هم به کار میبرم ما کوشش بکنیم مثل کشورهای اروپایی هاوس بلدونگار در سطح پانتونای ایجاد بکنیم همو برنامه های یک ساله به طور کشیش ریزی رنگمالی نمیفهم نجاری نمیفهم برخکشی لولکشی و غیره و غیره اینا رو در سطح پانتون ایجاد بکنیم امه. که بچه فرد بتونه به ظرف یک سال بیای بتونه رو سال لولکشی بیاد بگیره ما برای از سرتیفیکات بدیم و ای از طرف ما سالانه هزاران نفر کارگر متخصص در جهان از ما میخواد ما متاسفانه تا به امروز روز 100 نفر کارگر متخصص نتونستیم سال گذشته ما یاد ما هست که تقریبا 34 هزار بره. کارگر متخصص از وزارت کار و امورش اجتماعی خواسته شد کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه اما ما متاسفانه کارگر متخصص نداشتیم یک نفر هم روان تشکر جناب دکتر عبدالقنی خسروی استاد دانشگاه از تشریف شما در برنامه بینید های عزیز ممنون از که تا این ساعت تا این لحظه ما را تحمل کردید جنبندی برنامه و که ما چرا نمیتونیم به سند اعتباری آکادمیک در مقطع مصری چند دلیل است عدم کیفیت تدریس هست عدم تولید اندیشه در بازار کار هست سیستم کونه تعلیمی تحصیلات عالی هست و رقم بیرویه ای ایجاد برنامه های علمی که مخصوصا محسط تعلیمی تحصیلات عالی خصوصی در سطح هرات و در کل افغانستان نتونستند که معیار را تکمیل کنند تا به ای اعداف مخصوصا مقتعی مصری دست پیدا کنند تا برنامه دیگر بدرود